داستان‌های سرگرم کننده بیت کوین هرگز قدیمی نمی‌شن. یکی از این موارد در فوریه 2011 اتفاق افتاد که در اون یک بازی ویدیویی به نام استارکرافت مسابقه ای رو برگزار کرد که در اون 56 بازیکن از سراسر جهان گرد هم اومدن. حامی مالی این مسابقه جایزه‌ای حدود $1000 رو برای نفرات اول تا چهارم و 25 بیت کوینی رو برای رتبه‌های پنجم تا هشتم تعیین کرد. قیمت بیت کوین در زمان برگزاری این مسابقه فقط $1.65 بود. 4 بازیکن رتبه‌های پنجم تا هشتم هر کدوم 25 بیت کوین برنده شدند و هیچ گزارشی وجود نداره که آیا برندگان بیت کوینشون رو حفظ کردن یا نه. اگه پاسخ مثبت باشه، هر کدوم از اونها به خاطر شرکت در این مسابقه $1,000,000 جایزه گرفتن. میلیونرشاهی‌های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز می‌خوایم درباره خرید بیت کوین $1000 در سال 2022 صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. خرید 1.5 میلیارد دلار بیت کوین توسط لونا فاندیشن گارد. بر اساس گزارش CNBC در روز پنجشنبه، این بنیاد با جذب 1 میلیارد دلار سرمایه از طریق معاملات خارج از صرافی در بروکر جنسیز و همچنین $500 میلیون از صندوق ریسک گریز تری اراوز کپیتال اقدام به خرید دوباره بیت کوین کرده. با توجه به این خرید، حالا ذخایر بیت کوین این بنیاد برای پشتیبانی از استیبل کوین الگوریتمی اون به نام USDT به 3.5 میلیارد دلار رسیده. بر اساس گفته‌های مدیرعامل این بنیاد به نام دوکوان، این خریدها تا جمع‌آوری 10 میلیارد دلار بیت کوین ادامه داره. پذیرش کریپتو در رستوران‌های سنگاپور در میان وضع قوانین نظارتی بر این حوزه. کشور سنگاپور که به عنوان پناهگاهی برای مشتاقان ارزهای دیجیتال شناخته می‌شد، اخیراً شاهد وضع سیاست‌های سختگیرانه توسط دولت در رابطه با حوزه ارزهای دیجیتال بوده. با این وجود و در میان تحریم‌های قانونی اعمال شده، رستوران‌های سنگاپور به پذیرش کریپتو به عنوان روش پرداخت رایج می‌پردازند که این امر سبب جذب سایر صنایع به پذیرش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در این کشور خواهد شد. به عنوان مثال، برخی از رستوران‌ها پیشنهادی مبنی بر پرداخت هزینه با بیت کوین از طریق QR کد و در قبال اون دریافت 15% تخفیف رو به مشتریانشون ارائه میدن. پذیرش ارزهای دیجیتال به عنوان روش پرداخت توسط گوچی. برند مشهور گوچی که اخیراً خبرهایی در رابطه با ورود به متاورس این کمپانی منتشر شده بود، اعلام کرده که تا پایان ماه میلادی جاری در برخی از فروشگاه‌های آمریکا ارزهای دیجیتال رو به عنوان روش پرداختی میپذیره. گوچی این طرح رو به صورت آزمایشی انجام میده و در صورت موفقیت آمیز بودن اون تا تابستون سال جاری این طرح رو در همه فروشگاه‌های آمریکای شمالی به مرحله اجرا در میاره. سازوکار این طرح به شکل ارسال ایمیل حاوی لینک به مشتریه که شامل یک QR کد شده و مشتری میتونه از طریق کیف پول خود اقدام به پرداخت کنه. تعداد رمزارزهای قابل پذیرش در حال حاضر محدود بوده و به بیش از 10 عدد میرسه. مهمترین این رمزارزها عبارتند از بیت کوین، اتریوم، رپت بیت کوین، بیت کوین کش، شیبا، دوج کوین، لایت کوین و 5 استیبل کوین پک شده با دلار آمریکا. داستان بیت کوین $1000. داستان جالب دیگه اینه که یه زوج میانسال اخیراً یه بیت کوین رو به قیمت $1000 خریدن. اونها از معامله خوبشون خوشحال بودن. بنابراین با یکی از دوستانشون تماس گرفتن تا از وی برای فروش بیت کوینشون راهنمایی بخوان. زمانی که دوستشون با خوشحالی پیش اونها رفت تا روش فروش رو به اونها بیاموزه، دید که بیت کوین اونها فقط یه سکه پلاستیکیه که نماد بیت کوین روش ضرب شده. به نظر شما این داستان ها میتونه دوباره تکرار بشه؟ آیا شما به آینده بیت کوین امیدوارید و اگه بیت کوین خرید کردین اون رو نگه میدارین؟ لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا
تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.